تزویات زیستشناسی. بچه ها، سازمان سنجش و آموزش پرورش یه سری حذویات واسه زیستشناسی پایه 12 فقط پایه 12 ارائه داد که بچه ها رو یه خورده‌ای تو فکر برده که چیکار کنن به این تعدادش هم زیاده، واقعا ظاهراً 10-12 تا گفتار رو حذف کرده. چیکار کنن؟ بخوننش یا نخوننش؟ من یه نکته‌ای رو میخوام بهتون بگم. قراره 2 ویدیو در مورد زیستشناسی درست کنم. این قسمت اولش میشه. فردا یا پس فردا قسمت دومش هم میذارم. تو این قسمت میخوام در مورد این صحبت کنم که سازمان سنجش یه خورده بدقوله برخلاف آموزش پرورش. یعنی آموزش پرورش حرفی که میزنه رو تو 99.9% عملی میکنه، ولی سازمان سنجش عملی کردن 60%. میدونی چی دارم میگم؟ 60%. بعد تا دلتونم بخواد بهونه های عجیب غریب میاره واسه این حذویاتی که داشته. تو میتونستی با رد گزینه بزنی، تو میتونستی مثلا فلان کنی. اینا تازه اولا جوابتون نمیده، اینا برداشتاییه که ما داریم میکنیم. مثلا فردا روز مثلا 3 گزینش از مباحثی که حذف نشده است، 1 گزینش از مباحثیه که حذف شده، ترکیب کرده، بعد حذفش هم نمیکنه. مثلا میگه که تو میتونستی با اون 3 گزینه دیگه بررسیش کنی. پس اعتماد به سازمان سنجی 60%، ولی اعتماد به آموزش پرورش 99.9%. یعنی ما میتونیم یه جورایی اعتماد کنیم به آموزش پرورش برای بچه‌هایی که امتحان نهایی دارن. یعنی میتونن برای مرور کردناشون اون فصلایی که و اون بخشایی که نمیاد رو مرور نکنن، تایمشون از دست نره. ولی واسه کنکور پیشنهاد من و برنامه‌ای که من دارم به بچه‌ها میدم اینه که ما هیچ گونه حذفی واسه زیست شناسی نداریم. چون بچه‌های من دارن جوری درس میخونن که تقریبا توی اونی که تازه شروع کرده به خوندنش 90، یعنی چیزی حدود تازه اولین دورش هم هست، 5-6 ساعت وقتش رو بگیره واسه یک فصل با اون نحوه خوندنی که یادشون میدم. یعنی دوره مرورا شاید بگم 2 ساعت، 3 ساعت، 1 ساعت طول میکشه و زمان زیادی نیست که مثلا من بخوام این مطلب رو حذف کنم که طرف نخونش. و اگه اومدیم مثلا 3 سوال رو ترکیب کرده بود، چون بخشایی هم حذف شده که مفهومیه، اومدیم مثلا غیر مستقیم ازش سوال داد، امیدوارم بعد از کنکور سراسری نیام حذفیات زیستشناسی 3 رو درست کنم و اون موقع در مورد این صحبت کنم که بگم ببین یادتون هست گفتم که به کنکور اعتمادی نیست، به سازمان سنجش اعتمادی نیست. سعی کنی اگه بچه‌هایی که دارن کامل میخونن زیستشناسی رو، سعی کنی این حذفیات هم بخونین، ولی بچه‌های امتحان نهایی میتونن اعتماد کنن به این حذفیات. حالا این حذفیات چیه؟ مفصل در موردش توی قسمت دوم صحبت میکنیم. چرا کردمش دو قسمت؟ چون قسمت دومش رو معمولا همه پیجای کنکوری ماشاءالله همه گذاشتن حذفیاتش رو، ولی این قسمت اولش که یه سری توضیحات بود رو خب کمتر کسی صحبت کرده در موردش، دوست داشتم این رو اول بزنم و بعد بیام در مورد جزئیاتش صحبت کنیم. پس بچه‌هایی که واسه کنکور سراسری میخونن، من حتی بچه‌های خودم هم بازم تکرار میکنم، حذفیاتی واسه کنکور سراسری بهشون نمیدن تو بخش زیست شناسی و باید بخونن کامل، ولی بچه‌هایی که امتحان نهایی دارن میتونن اعتماد کنن به این حذفیات و برای مرور کردنشون اون قسمت حذف، برای مرور کردناشون اون قسمت حذفیات رو نخونن، وقتشون تلف نشه. یا اگرم میخونن مثلا کسایی عادت دارن بعضی دور 3-4-5 تست بزنن، یا میگم تستا 3-4-5 مرورش کنن. خب مثلا اونا یه دور مرور کردن کافیه، دیگه قسمت حذفیات رو مرور نکنن اگه میبینن تایم ندارن تا امتحانشون. اینم از این. امیدوارم که ویدیو واسهتون مفید باشه، حتما سیوش کنین که یادتون بمونه. دارم این روزو بهتون میگم من 2 زیست شناسی قرار درست کنم، امیدوارم قسمت 3 درست نکنم. یعنی اینکه جوری پیش نره که سازمان سنجش بزنه زیر قولش، ولی نمیشه اعتماد کرد با توجه به سوابقی که داشته. یه مثال خیلی ساده بزنم، کنکور سراسری 99 که برگزار شد، تو یکی از سوالات شیمیش که چند موردی بود، گفته بود چند مورد از عبارات زیر درست است، یک موردش جز حذفیات بود و اونو نباید میپرسید و پرسید و متاسفانه چون چند موردی هم بود باید اون گزینه رو میدونستی درسته یا غلطه. یعنی عملا اون سوال پاک، چون سابقه داره سازمان سنجش، سابقهش پر شده از اینکه بدقولی میکنه همیشه و همیشه هم داره در حال اصلاحیه زدنه و معلوم هم نیزی رو دیدین اجلایه دیگه زدن و گفتن نه مثلا فلان قسمتش باید میاد و فلان از اینجور حرف اشتباه هست کردیم. به سازمان سنجش زیاد اعتماد نکنیم، ولی میشه با آموزش پرورش اعتماد کرد.
مواظب خودتون باشین، لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره، کامنت بذارین اگه سوالی چیزی دارین، همه رو خودم جواب میدم، و اگه از طریق یوتیوب میبینی حتما سابسکرایب کن، یه زنگولم بغلش بزن و اون رو رو گزینه آل بذار که هر وقت من ویدیوی تولید کردم نوتیفیکیشنش وسط بیاد و تشریف بیاری اولین نفر ویدیو رو ببینید. مواظب خودتون باشین. خیلی